با نزدیک شدن به فصل بهار، شهرداری تهران طبق سالهای قبل در طرح بهاران خدمت به استقبال بهار و عید نوروز رفته. الان مشغول تعمیر مخزن و استقبال از بهار هستیم. شهر رو تمیز میکنیم، باخت ها رو به اصطلاح جنزدایی میکنیم، جوبا رو نگاه میکنیم. بعضی جاها هستش که تمیز کردن احتیاجی، اونا رو تمیز میکنیم تا بهار برسه. شهر رو تمیز میکنیم که بریم استقبال بهار، گل و گیاه و دم و تشکیلات هم میکنیم که مردم خوششون بیاد و طبیعت بهشون خوش بگذره. به گفته مسئولان شهری در طرح بهاران خدمت، علاوه بر شستشو و رنگامیزی خیابانهای پایتخت، خدمات دیگری به شهروندان ارائه میشود. همزمان با این طرح بهاران خدمت، بحث طرح اهدای درخت و اهدای گل به مردم شهر تهران بود که از 15 اسفند تا 25 اسفند انشالله از طریق ثبت نام در سامانه 137 اهدای درخت رو برای عزیز شهروندان عزیز خواهیم داشت. امسال با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم، قطعاً بوستان‌های تهران نسبت به سال‌های گذشته بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره. آمادگی لازم رو برای به اصطلاح ایجاد شرایط مساعد برای شهروندان رو داریم. منطقه هفت تهران هم همانند مناطق دیگر تهران با این طرح به استقبال بهار رفته. ما در این طرح بحث پاکسازی جدارهای شهری رو داریم، بحث تعمیر و مرمت مخازن شهر که در دستور کار به صورت جدی قرار گرفته و در حال انجام هست. خب هم بحث مرمت و هم بحث نوسازی رو داریم. بحث بهبود وضعیت فضای سبز رو ما داریم. خب با توجه به این که امسال ما در بوستان‌ها احتمال داره، خب چون ماه مبارک رمضان هست، سفرها هم کاسته بشه، در بعد از ساعت خب افطار و اذان احتمال داره که خب مسافران یا شهروندان بیشتر حضور پیدا کنن. بحث بهبود وضعیت بوستان‌ها رو ما داریم، بحث ایمنی فضای بوستان‌ها و بحث سرویس‌های بهداشتی که خدمات خوبی رو بتونیم به شهروندان انشالله ارائه بدیم. در طرح بهاران خدمت 27,000 نیروی خدمات شهری پایتخت رو آماده بهار می‌کنن. علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.